Injile Marcos. Marcos فصل اول. ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. در کتاب اشیای پیغمبر آمده است که رسول خود را پیشاپیش تو میفرستم، او راهت را باز خواهد کرد. ندا کننده در بیابان فریاد میزند، راه خداوند را آماده سازید و طریقای او را راست گردانید. یحیای تعمیددهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد که مردم برای آمرزش گناهان باید توبه کنند و تعمید بگیرند. مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان خود در دریای اردن به دست او تعمید می گرفتند. لباس یحیای از پشم شتر بود و کمربند چرمی به کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. او اعلام کرده گفت: بعد از من مرد تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند بودهایش را باز کنم. من شما را در آب تعمید می دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در دریای اردن به دست یحیی تعمید گرفت. همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتر به سوی او فرود آمد و آوازی از آسمان شنیده شد که می گفت: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. فوراً روح خدا او را به بیابان برد. او مدت 40 روز در بیابان بود و شیطان او را وسوسه می کرد. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت می کردند. پس از توقیف یحیی، عیسی به ولایت جلیل آمد و مژده خدا را اعلام فرمود و گفت: ساعت مقرر رسیده و برقراری پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. وقت عیسی در کنار دریای جلیل قدم می زد، شمعون و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می انداختند، چون آنها ماهیگیر بودند. عیسی به آنها فرمود: به دنبال من بیایید تا شما را یاد بدهم چطور مردم را صید کنید. آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته و به دنبال او رفتند. کم دورتر عیسی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در کشتی مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آن دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواست. آنها پدر خود زبدی را با مزدورانش در کشتی گذاشته به دنبال او رفتند. آنها وارد کپرناهم شدند و همین که روز سبت فرا رسید، عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم دادن شروع کرد. مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند، زیرا برخلاف ملایان یهود او با قدرت و اختیار به آنها تعلیم می داد. در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد: عیسی ناصری، با ما چی کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ من می دانم تو کی هستی، ای قدوس خدا. اما عیسی او را سرزنش کرده گفت: خاموش باش و از این مرد بیرون بیا. روح ناپاک آن مرد را تکان سخت داد و با فریاد بلند از او خارج شد. همه چنان حیران شدند که از یک دیگر می پرسیدند: این چیست؟ چه تعلیمات تازه است؟ و با چه قدرتی بر روح ناپاک فرمان می دهد و آنها اطاعت می کنند؟ به زودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید. آنها از کنیسه بیرون آمدند و به همراه یعقوب و یوحنا مستقیماً به خانه شمعون و اندریاس رفتند. خشوی شمعون تب داشت و خوابیده بود. وقتی که عیسی به آنجا رسید، او را از حال آن زن با خبر کردند. عیسی پیش او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید. تبش قطع شد و به پذیرایی از آنها مشغول شد. وقت آفتاب غروب کرد و شب شد،
همه بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند. تمام مردم شهر در پیش آن خانه جمع شدند. عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و هروای ناپاک زیادی را بیرون کرد و نگذاشت آنها حرف بزنند، چون او را میشناختند. سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخواسته از منزل خارج شد و به جای خلوت رفت و مشغول دعا شد. شمعون و امراهانش به جستجوی او پرداختند و وقت او را پیدا کردند به او گفتند: اما به دنبال تو میگردند. عیسی به آنها فرمود: به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم، چون من برای همین منظور آمدم. عیسی در سراسر جلیل میگشت و در کنیسه ها پیام خود را اعلام میکرد و ارواح ناپاک را بیرون مینمود. یک نفر جزامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت: اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی. دل عیسی به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود: البته می خواهم، پاک شو. فوراً جزامش برطرف شد و پاک گشت. بعد عیسی در حالی که او را رخصت می داد با تأکید فراوان به او گفت: هوش کن، چیزی به کسی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر این که پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده تقدیم کن تا برای شفای تو شهادت باشد. اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشر کرد، به طوری که عیسی دیگر نمی توانست آشکارا وارد شهر شود، بلکه در جاهای خلوت می ماند و مردم از همه طرف پیش او می رفت.